حالا بخش خیلی مهم که شاید خیلی ها انتظار به این باشه، موضوعی که انتخاب تاثیرات رژیم سالم غذایی بالای صحت. مهمان خیلی گرامی داریم، دکتر تمیم جدا، نایب خیل، متخصص داخلی عمومی و پیجدی در تغذیه. سلام، صبح بخیر، خوش آمدیم. سلام خدمت شما و تمام دستاندارکارهای تلویزیون آریانا و از طریق درشه تلویزیون شما. سلام عرض ادب دارم خدمت تمامی مردم افغانستان، مردم رنجیده عزیز ما که در تحولات بسیار سخت دست و پنجه نرم میکنن. امیدوار هستم که کادرهای علمی و کسایی که وقت وطن برش ضرورت داره یک حس وطن دوستی خود داشته باشن و بمانیم تا وطن شانه به شانه آباد بکنیم انشالله. بان عهده که بستیم هستیم. خیلی خوب دکتر صاحب، با ما هم نظر موافق هست. امیدوار هستم روز ما بتانیم افغانستان آزاد، افغانستان آرام با سال و ثبات داشته باشیم. موضوعی که انتخاب کردیم در رابطه با تاثیرات رژیم سالم غذایی بالای صحت از دکتر صاحب که خیلی یک موضوع مهم است. این شب روز کسایی که تغذیه سالم نمیگیرن، کسایی که تغذیه خوب نمیشن، بالای صحتشان چی میگذره؟ 100% در قدم اول جناب احمدی صاحب قند، تغذیه رو باید ما شما یک تعریف از داشته باشیم. خود تغذیه چی مانا؟ بله، چون ما شما در طول حیات خود به غذا و به خوردنی باب ضرورت داریم و چی خوشا به آن افرادی که یک تغذیه سالم و یا امو فود اسکیجولینگ یا تقسیم اوقات بندی غذایی خود به صورت درست و اساسی تنظیم بکنن. ما و شما مردم افغانستان خواهر کشوری که باشه، نظر به فرهنگ و عنعناتی که دارن، غذاها و خوردنی بابشون همچنان فرق میکنن. بیشترین فوکس در شبانه روز سر رژیم نشایسته و پروتئین هستن. کمی رژیم نشایسته و پروتئین در حقیقت یک بسیار تاثیرات سو بالای صحت ما شما میمانه سر صحت. و تغذیه ما شما قسم تعریف میکنیم که تغذیه هر آن گونه موادی که تمامی احتیاجات و ضرورت بدن ما شما را ایفا بکنه، ما برش یک تغذیه سالم گفته میتونیم. در صورتی که اونا به شکل مرضی در بدن ما شما ذخیره شوه و یا هم باعث اضافه وزنی ما شما شوه و یا هم باعث ازی شوه که ما شما خیلی از افراد از پرخوری میکنن، یعنی سنگینی بکنه سر سیستم هاضمه ما شما، این رو ما تغذیه ناسالم برش میگیم، تغذیه سالم برش گفته نمیتونیم. بله، اما بعضی ها از مینوی غذایی که میگیم در رستوران ها میبینیم، ما مینوی غذایی فامیل خود چی گونه تنظیم بکنیم تا که ما اطفال سالم داشته باشیم در خانواده، کسایی که هست محسن سالا، بزرگ سالا و کسایی که بیشتر نقش دارن در فامیل، ما چگونه یک مینوی غذایی از امروز خود آغاز بکنیم؟ چیزی که در افغانستان مروج است، رایج است و چیزی که کسایی میتونن نوشتن و نمیتونن. بخیر کوتاهی را بدانیم. بسیار یک سوال خوب را اشاره کردن جناب احمدی صاحب. البته یک نکته را عرض میکنم که بخش اجتماعی میشه، بخش سوشیال میشه، مداخله نشوه. پدر و مادر یک نمایش تصویری بر اولاد است. بله. یک تلویزیون است بر اولاد که اولاد طرف پدر و مادر دیده هم جای قدم پای پدر و مادر قدم خود میبره. اگر پدر و مادر که کلان و رئیس فامیل هست، یک رژیم درست غذایی را تنظیم بکنه، غذای متنوع باشه. بیشترین پروتئین ها، بیشترین نشایسته ها درست از بدن ما شما به هر چیز ضرورت داره، اما نه که به صورت ما شما هفته پر از او بخوریم، هفته دوبار سه بار بخوریم، اینا آوردوز میشه. وقتی که چیز آوردوز شد، حتی آب اگر باشه برای ما شما خطرناک است و باعث مریضی ما شما میشه. گرفتن غذاهایی که متنوع باشه، مثلا در روز شنبه یک مقدار سبزی پالک بخورن، روز یک شنبه به فرض مثال یک حبوبات بخورن، یک لوبیا بگیرن، روز دوشنبه مثلا کدوگاگ یا بانجان سیاه بگیرن، روز سه شنبه یک چیز دیگه. اینم تو به شکل دوامدار و رژیم غذایی که ما میخوایم رو سرش صحبت کنیم، رژیم غذایی ای است که سه وقت غذا از نگاه سازمان غذایی جهان و از نگاه سازمان صحی جهان کاملا اشتباه هست. کسی که سه وقت غذا میگیره، او فرد از نگاه سازمان صحی جهان سالم پنداشته نمیشه.
ولی متاسفانه که 98% مردم ما و شما همین هم حالت دارن. در افغانستان بیشتر رایج است. بله. سه وقت دیگر نمیشن. بله. خوب گرسنه میباشن میگه باش چاشت نزدیک است. چاشت نزدیک. خوب گرسنه میباشن میگه شب نزدیک است. خوب گرسنه میباشن میگه باش چای صبح تیار شو 9 بجه یا 10 بجه. اینمی مشکل اساسی ما و شما است که صبح کلانای علم تغذیه گفتن که غذای صبح خودت بخو، چاشت با دوستت بخو، شب با دشمنت بته. یعنی از گپ از این ما این نتیجه رو میرسیم که صبح خوبترین غذا رو باید بخوریم، چاشت که دوستت یعنی کم بساز دوزادشن و شب اصلا نان نخوا اگر میخوای یک فرد سالم باشی. ولی ما شما چون کلگی کسبه کار است، کلگی روز در وظیفه است، در مصرفیت است، شب در کنار فامیل خود خوبترین و ثقیلترین غذا رو شب تهیه میکنه. بله بله. و شب اونان هم که میخورن دراز میفته، هیچ اصلا حوصله اختلاط، حوصله گپ زدن، حوصله یک نصیحت، حوصله توجه طرف فامیل خانواده. اینمی است که به مرور زمان ما شما فامیل از دست میتیم از نگاه تربیه، از نگاه اخلاق، از نگاه تمام توجهات. و تاثیرات رژیم غذایی بالای خیلی از افکار روزمره و اجتماعی ما شما رول داره. گرفتن غذا هر 2.5 ساعت بود الی 3 ساعت بود بر انسان ضروری و ارشد ضروری می باشد. او غذا به این معنی نیست که مثلا ما شما یا شوربا جور کنیم یا برنج جور کنیم یا قرمه کچالو جور کنیم یا لوبیا جور کنیم. نه، مثلا صبح یک مقدار عسل، عسل خالص و یک چند تا چهارمغز و یک مقدار دارچین و یک اندازه نان جو یا نان جواری گرفته شود. 3 ساعت بعدش مثلا یک چیز از برگر می گیره، یک فست فود می گیره به شکل تازه باشه. و یا مثلا یک حبوبات میگیره، لبنیات میگیره، ماست میگیره، رو با کمک ترکاری و سالاد ایرانش جان میکنه. 4 تا ذوالقیاس یا 2 بجه به این شکل دوزاج بسیار کم کم رژیم غذایی ما شما درست میشه. بدن امو ضرورت ها و مکمدات هایی که داره او را هم ایفا میکنه. بله. و سر سیستم آزمه ما شما هم فشار نمیه. بله. ای که ما شما خوب پر میکنه میده را، گنجایش میده 500 سی سی هست. از 500 سی سی بالا گنجایش نداره. ولی کسایی هستن که 2000 سی‌سی را میخورن. 2000 سی‌سی، 1000 سی‌سی کاش که باشه. مثلا محفلای عروسی که میرن، دست بر تو از او بگی، از او بگی. خب فکر کن برنج هم میخورن، 3-4 رقم برنج. بله. سالندش هم میخوره، بیادر میوار در سرش میخوره، فیلین در سرش میخوره، نوشابه در سرش میخوره. اول در سرش میخوره، یک بوتل هم استقاق هست. ای اصلا خوراک خوب نیست، خوراک صحی نیست. بله. یک کار بسیار اشتباه هست. دقیقاً. جناب دکتر صاحب، اطفال ما میایم شروع میکنیم. بله. اطفالی که با کمبود ویتامین ها مواجه است، اطفالی که با کمبود کمخونی مواجه است، با کمبودات کلسیم مواجه هستند و سایر گپای دیگه میبینین. اطفال ها خیلی ضعیف و خیلی از لحاظ رشد هم قد تغییر کرده دیگه. بله. خیلی قدهای کوتاه زیادتر هستند. باید از کدام زمان توجه بکنیم که ما غذای سالم و صحت خوب داشته باشیم؟ از اول صبح که از خواب بلند میشیم باید توجه ما به چی زیاد باشه، تمایل ما به چی زیاد باشه، چی کار باید بکنیم که ما انسان سالم باشیم؟ سوال بسیار ضروری است. البته توجه ما شما وقتی که یک دو همسر تشکیل خانواده میده و یک خانم باردار میشه، اون از اونجا مسئولیت پدر مادر در قبال همون طفل شروع میشه. خانم که باردار هست رژیم غذاییش نسبت به وقتی که باردار نبوده کاملا فرق میکنه. باید غذاهایی که سرشار از ویتامین و منرال باشه بگیره، غذایی که سبک هضم باشه. مثلا بگیره. از قبیل چی؟ مثلا سبزیجات کاملا، بامیه، فاصلیه، سبزی پالک، کدوگک، بانجانشیا، گلپی، مطر، انواع تورایی، انواع وقصان چه قضیات است. هم از نگاه قیمت ارزان است، هم از نگاه فواید غذایی بسیار به سطح بالای قرار داره. بل. مثلا لبنیات، ماست بگیره، پنیر بگیره، شیر بخوره، بهترین احتیاجات پوره میکنه و یک طفل قوی و اسکلت بندی بسیار خوبی را در داخل بطن خود پرورش میده. اگر از اونجا طفل رژیم غذایش سوی تغذیه شود، خراب شود، ذکاوت طفل خراب میشه، رشد طفل خراب میشه، مقاومت بدنش پایین میه، معافیت بدنش پایین میه، قوه دیدش ضعیف میشه. مثلا شاید اگر در زمان طفولیت معلوم نشوه، زمانی که بالغ شد، جوان شد یا مثلا در سن 35 یا پا رسید، عوارضش کم کم پیدا میشه. یعنی پیری زودرس نزدش پیدا میشه،
مویروی ها برش پیدا میشه. خانوا و اقسام امراضی هست که بسیار تعدادش زیاد است که ما شما زمونجا توجه باید سر طفل کنیم. بعد از اینکه طفل مثلا متولد میشه در نوزادها تا 6 ماه را بجز شیر مادر به هیچ چیز دیگه طفل باید داده نشوه. بهترین چیز و کاملترین چیز برای طفل شیر مادر است. بعد از 6 ماه در پولید شیر مادر میشه که سریلاک و دیگه شیرهایی هستن که کمکی بر طفل داده میشه که شامل ویتامین ها و منرال ها هست. کم کلسیم داره، آهن داره، زنگ داره، مگنیزیم داره، تمام چیزا داره. اینا رو میتونیم توصیه بکنیم و بعد از اینکه طفل در سن 1 سالگی و 2 سالگی رسید به غذا خوردن شروع کرد. بعد از اون ما شما میتونیم که غذاهای ملین برش بدیم. ملین از چه قرار؟ مثلا که انواع و اقسام ترکاری با برش مثل سوپ و یک چیز جور میکنیم، شوله ترکاری برش جور میکنیم، فرنی رو بسیار با فیصدی کم و غلظت کم برش تنظیم میکنیم، در پولش دیگه مثلا میوه‌جات یک مقدار برش آبش میدیم. این یا هسته که ضرورت های یک طفل پورا میکنه و اسکلت بندی طفل از اون زمان شروع میشه و باعث کمبود کدام منرال و ویتامین در بدنش پیدا نمیشه. ولی متاسفانه که ما و شما بیشترین فوکس ما سر گوشت یا برنج است. مثلا در سرخانه که گوشت و برنج نباشه او پیشانه کلیگ ترش است که با ما گوشت و برنج کسی پخته نکنه. دقیق. ولی در حقیقت این برای سیستم از آزمه و آینده 2 سال بعد 6 سال بعد ما شما این مثل زهر میمونه. از لبنیات و غذا هم گفتین، از میوه‌جات زمانی که در بطن مادر یک طفل میباشه کدام میوه زودتر خوبتر برش تاثیر خوب میکنه؟ میوه‌جات خود هیچ کدامش جناب احمدی صاحب نقص نداره باشه، مشکل نداره، ولی خوبترین میوه ها رو که در کتاب های آپدیت کتاب های نو اینا رو تعریف کردن از قبیل انگور است، انار است، سیب است، ناک است و همچنان کیله. این چند چیز هست که منرال ها و ویتامین های بسیار زیادی داره. مثلا ناک بیشترین فیصدی آهن داره، کیله بیشترین چی فسفرس داره. اینا چیزایی هستن که ضرورت های یک خانم حامله یا باردار میتونه که با مواج احسنش پوره بکنه. و گرفتن آب میوه‌جات اگر مثلا عظمت مادر مختل میشه، بسیار از مادرها هستن در زمانی که حمل دارن باردار هستن عظمتشون یک مقدار مختل میشه. بله. یا دلجوشی جگرسوزی برش پیدا میشه. همه دلجوشی و جگرسوزی رو ما شما میتونه با گرفتن آب از طرف صبح و در جریان روز. مثلا یک خانم باردار میتونه که در جریان روز با گرفتن حتی 6 گلاس تا 8 گلاس آب امی اسید معده خود کاور بکنه و دلجوشی و جگرسوزیش و ناراحتی های معدهش کاور شوه. و با گرفتن کیله مثلا میشه که سطح معده پوشش میده و اذیت کننده نیست برش، معده درد معدهش آرام میشه. چون دوا هر دوایی که باشه، دوا در ذات خود تعریفش زهر است. زهر است. هر دوایی که باشه عوارض جانبی داره، اما سیفترین دوا که پاراستامول است عوارض جانبی داره برای طفل و برای خود مادر. در رابطه با تغذیه و ورزش هم میشه بگیم که کسایی که ورزش نمیکنن تغذیه سالم ندارن، کسایی که ورزش میکنن تغذیهشون متفاوت است. بالکل. به هر اندازه‌ای که ما شما فعالیت فیزیکی ما بالا بره، بدن به غذا خوبتر و مقویتر ضرورت داره که باید او اعاده شوه و گرفته شوه. در قدم اول یک ورزشکار وقتی که ورزش میکنه کالوری و حرارت بدن بالا میره و باعث تعرق بیشتر میشه، یعنی مایات بیشتر رضای میکنه. بله. در قدم اول چیزی که بسیار ارشد ضرورت است برای ورزشکار گرفتن مایات است که در جریان تمرین یا بعد از تمرین آب بیشتری استفاده بکنن که کمبودات که بدن باش مواجه شده اینا نزدش رفع شون. و دوما غذاهایی که مثلا بسیاری از ورزشکارا هستن که در خصوصا در مسلک خودتان احمد شاه پهلوانی هستند یا مثلا در گوردش های ثقیل هستند، زیبا اندام هستند، اینا بیشتر رجوع میکنن طرف پروتین خوری. این گرفتن پروتین یا گندمی که نسبتا به شکل مصنوعی تو پرورش میتی اینا هم سر ارگان بدن تاثیر میکنه، هم سر کبد، هم سر گرده و هم سر قوه جنسی مردانه تاثیرات داره. ولی چیزی که تو طبیعی رشد میدی با گرفتن مثلا مواد غذایی طبیعی این چیز دیگه ای هست. کو شامل چی چیزا هست؟ مثلا در قدم اول گرفتن پروتین و شما میتونید با گرفتن تخم های جوش داده. بله. گرفتن لوبیا و انواع و اقسام دیگه چیزا، لبنیات و گرفتن نشایسته، کسایی که میخوان زود وزن بگیرن در پرورش اندام یا فتنس هستن
نشایسته باب کمک کننده هست برش. مثلا مکارونی، برنج، کچالو جوشانده، اینا وزن میتن؟ بله بله، اینا اگر سیستم وزن میشه کدام مشکل نداشته باشه، بله. اینا میشه باعث وزن شوه. اطفالی که ضعیفتر هستن، تغذیهشان از شیر مادر نبوده، اینا چی کدام غذا را در نظر بگیرن؟ اطفال خو سرمایه خانواده میباشن، باز در جامعه اینا برای اینا توصیه چی میکنه که چی بگیرن؟ آیا وزنشون بره بالا یا نه همون وزنی که دارن ضعیفتر هستن، لاغرتر هستن، بهتر خواهد بود؟ جناب احمدی صاحب کلمه است به نام سوی تغذیه، بله. یا سوی تغذیه برش میگن. سوی تغذیه کلمه سو در پیش تغذیه آمد، سو به معنی خراب، یعنی تغذیه خراب. چی طفل لاغر شوه، چی طفل چاق شوه. چاقی بیش از حد هم مرضی است و مشکل ساز است، و لاغری بیش از حد هم مرضی و مشکل ساز است. بله. طفل که متوسط باشه صحتمندترین طفل هم است. ولی کسی که چاق میشه بیش از حد، اینا در پشتش پروسه مرضی است که مشکل هورمونی و مشکل ژنتیک دارم. بله. و کسی که وزن نمیگیره، طفلی که وزن نمیگیره، اینا دو مشکل دارن. یا سیستم هاضمه مشکل داره، یا در روده ها و معده شون کرم می باشه که بیشترین اطفال فعلا موجود هست که در پیش از گرفتن شیر مادر با اینا آب ناسالم خورانده شده و یا در بطن مادر آب ناسالم خورانده شده و کرم ها پیدا میشه با گرفتن مواد غذایی ناشسته و ناپاک. اینا تداوی شون، معده شون تداوی شون، مشکل شون تداوی شون، و یا هم فامیل اقتصادش ضعیف است، رژیم غذایی درست را نداره که طفل وزن نمیگیره، با گرفتن یک شربت مولتیویتامین و کلسیم میشه هم وزنشون بالا شوه، هم اشتهایشون خوب شوه، و هم استخوان و اسکلت بندیشون قد بکشه بلند شوه. از ورزشکارها یاد کردین، بخصوص از پهلوانا؟ من شخصا خودم از زمان 14 و 15 که من ورزش پهلوانی را شروع کردیم، غذای من یا خوراک من همین گوشت باب زیاد بوده. اینه که گوشت نباشه من نمیتونم در مقابل حریف متا استاد میشونم. چقدر این ضرر داره و چقدر این فواید داره؟ چون پهلوان زمانی که با یک پهلوان دیگر دست میتن، اگر 80 کیلو وزن من میباشه، من زمانی 160 کیلو میشم در برابر حریفم. باید شیمه کنم، باید یعنی زور نشان بدم. اگر من این غذایی که شما گفتین مثل کدوگک، بانجان، سیب و بامیه، یا بر من تغذیه درست نمیدن، خوراک من یا کباب یا گوشت فقط همی باب، گوشت باب است، سفید یا سرخ. جناب احمدی صاحب، ما باز هم خوشحال هستم در کنار خودت هستم. قربانتم، تشکر. و یک فرد ورزشکار در قدم اول خوب پیر نمیشه، جوان میباشه، تازه میباشه، و در قدم دوم از نگاه طبی و صحی یک صحت خوبتر و بهتر و سالمتر رو میداشته باشه نسبت به کسایی که ورزش نمیکنن. ورزش از نگاه سازمان غذایی جهان و از نگاه سازمان صحی جهان، اونا قسم گفتن، گفته فردی که در طول 24 ساعت 2 ساعت ورزش نکنه، او انسان سالم پنداشته نمیشه. یعنی ورزش قدر مهم است، مثل خوراک در بدن انسان باید ورزش تعارف فعالیت فیزیکی داشته باشه. من البته مداخله به مسلک شما نشوه احمدی صاحب، کسایی که میخواین در جریان ورزش از یک انرژی و قدرت بدنی بیشتری برخوردار باشه، این به نظر من گرفتن گوشتی رو کمک کننده نیست برش. چیزی که برش کمک کننده هست فعالیت و تمرین بیشتر است که سطح قوت و همو ضعف عضلات خود در اونجا از بین ببره. بر اندازه که تمرین بیشتر شوه، سختی ها رو سر خود بیاره، بر اندازه که مثلا زیر آب نفس بگیره، کم تعداد نفسش کم نشه، و یا هم حرکات های تنفسی رو انجام بده، این به نظر من از خوراک بهتر هست. ولی خوراک درست از ضرورت بسیار ارشدی است بر بدن ما. شما گوشت باب، وقتی که ما شما گوشت میگیریم، شاید تاثیراتش در طول 2-3-4 سال فهمیده نشوه، ولی بعد از اون معده از کار میندازه، سر گرده تاثیر میمونه، و بدن 100% تو عادت پذیر است، عادت میکنه به گوشت، چون پروتئین یک چیز است که بدن او عادت میکنه، مثل یک عمل سیگریت یا نسوار باره. و گوشت باید هفته یک دفعه، دو دفعه، یا سه دفعه باید بگیرن. ولی گوشت سالمه که باشه، گوشت تازه باشه، اونا برش مشکل نداره. هفته یک بار اجازه نیست زیاد،
از هفته یک بار جاد اجازه نیست. اما ما افراد رو دیدیم که صبح هم گوشت خورده، چهارت هم گوشت خورده، شب هم میترست. اینا گرفتن گوشت زیاد در قدم اول تحقیقات که سر سایکو سوشیال یعنی روانی و اجتماعی صورت گرفته انسان زیاد خشن میسازه. گرفتن گوشت بسیار انسان خشن میسازه. این تحقیقاتی که در سطح اروپا و امریکا ایجاد شده. ما خشن شدیم دکتر؟ شما تاج سر ما هستین. دیگه به مو خاطر گوشت توصیه قدر نمیشه. هفته یک بار درست است و همو ضرورت هایی که پروتین های گوشت داره، لوبیا هم موجود است و لبنیات دیگه هم موجود است. گفتم ما میخوایم مشکل خودم رو بگیم، ما که گوشت نخورم میلرزم دست پایم. عادت است، عادت است. چی کار باید بکنم؟ عادت، ترک عادت دفعتاً بر انسان مشکل ساز میشه. آهسته 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 کوشش کن رژیم سبزیجات و ترکاری باب و میوه‌جات و لبنیات جایگزین کنی، انشاءالله که مشکل به کلی برطرف میشه. سپاسگزار هستم از حضورتان در برنامه. نکات خوب را اشاره کردین در رابطه با تاثیرات رژیم سالم غذایی بالای صحت. خیلی ها توجه باید بکنن که چگونه یک صحت سالم داشته باشن. سرفراز سربلند باشه. قربان شما، تشکر. سپاس از جناب دکتر تمیم جدا، نایب خیل، متخصص داخلی عمومی و پیشتی در تغذیه.